به آقای پرویز دستمالچی. آقای پرویز دستمالچی بیش از فکر کنم 20 اثر منتشر کردن، بیشتر درباره مسائل قانون اساسی در ایرانه. آقای دستمالچی عزیز سلام بر شما. جناب موری درود به شما و همچنین درود به بینندگان محترم تلویزیون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون، مرسی. یک کمی سرماخوردگی داشتم ولی خوب شد، ولی تهی صداش معلوم. خب آقای دستمالچی عزیز بفرمایید که این دومین بار است که درباره تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی سخن گفته می شود. اولین بار در دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. بفرمایید که مناسبتاش چی بوده و اصلا یعنی چی؟ ببینید مناسبتاش یکی دعواهای اوناییست که 100% ولایت فقیه هستن با اون جناحی که در حینی که در چارچوب نظام ولایت فقیه عمل میکنه معتقده، ولی قدرتش رو در درون جمهوری اسلامی از رأی مردم منتج میکنه با وجود تمام محدودیت هایی که هست، انتخابات آزادی که وجود نداره، کاندیدایی که همه از قربال رد میشن و مورد تایید نظام باید باشن، نبودن آزادی و اینا، همه اینا. ولی با وجود این به هر حال این بخشی که مربوط به نهاد ریاست جمهوری میشه، این رأیش رو، اومدنش رو از مردم میگیره با تمام این محدودیت ها و هرچند هم که 100% به نظام ولایت فقیه معتقده و در اون چارچوب عمل. اختلاف میان این بخش با اون بخشی که اصولاً هیچ گونه انتخابات رو قبول نداره و اینو بارها و بارها در انتخابات‌های گوناگون گفته که رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی اصولاً اعتبار نداره و نمادین است. حالا یه دی از اونا هم در اون زمان احمدی نژاد و همچنین الان در زمان آقای روحانی به خاطر اینکه این مانع رو از سر راه بردارن به این فکر افتادن که اصولا نهاد ریاست جمهوری رو اگر حذف بکنن قدرت به طور احتمالا 100% در دست اونا متمرکز خواهد شد و نیازی به این جنجال های به اصطلاح انتخاباتی رو که فرض کنید در همین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری انجام می گرفت میان آقای روحانی و دیگران مثل آقای رئیسی که موجب آبروریزی هر دو جناح رو، نیازی به اینا نباشه و کل مسئله از اونجایی که انتخابات مجلس رو راحت تر می تونن کنترل کنن و اصولگرایان کل اونو به اختیار خودشون دارن، دیگه نیازی به کلنجار با هم رفتن نداشته باشن. وگرنه در اساس نظام تغییری نمیکنه، یعنی نظام چه رئیس جمهور اونجا باشه چه رئیس جمهور نباشه، جمهوری اسلامی یک نظام ولایت فقیهیه، یعنی در یک نظامی که بر اساس پارلمان هست و یا ریاست جمهوری هست، در اون قوای حکومت ناشی از اراده ملت است، در حالتی که در جمهوری اسلامی قوای حکومت ناشی از الله هست که به نماینده او در زمان پنهانی امام دوازدهم یعنی آقای خامنه ای تفویض میشه. و این تفاوت اصلا جمهوری اسلامی نه نظام پارلمانیه و نه نظام ریاست جمهوریه، چون اساس و پایه اونها ناشی بودن قوای حکومت از ملت هست. این یه حکومت قامگرای دینیه. بله بفرمین که احتمال داره که مثلا ریاست جمهوری قطعا 7 ساله بشه به جای 4 ساله؟ پرسش این است که اگر که فرض کنیم بشود
تفاوتش چه هست، چه میشود؟ مگر آقای رفسنجانی اون زمانی که ریاست جمهوری دورش 8-4 سال، مگر آقای رفسنجانی 8 سال در مقام ریاست جمهوری نبود؟ مگر آقای خاتمی، احمدی نژاد و روحانی هر کدوم در مقام ریاست جمهوری 8 سال در این مقام نبودن؟ فرقش چی است؟ تنها فرقی که میکنه اینه که این دوره 4 ساله رویارویی این دو جناح رو به دوره 7 ساله منتقل میکنه، وگرنه تأثیری که بخواهد در اداره مدیریت جامعه داشته باشه و به نفع مردم باشه نخواهد داشت. هیچ تغییر کیفی نخواهد کرد، چه دورش 4 سال باشه، چه 7 سال باشه، چه 2 دوره انتخاب بشن، چه حتی 3 دوره انتخاب بشن، نظام ولایت فقیه قدرت، ببینید در نظام های پارلمانی و در نظام های ریاست جمهوری قوای حکومت نه تنها ناشی از ملت است، یعنی چیزی بر فراز ملت وجود نداره، بلکه هم تقسیم میشه و هم کنترل میشه. در جمهوری اسلامی این قوای سگانه در واقع یک ظاهر مسئله است، در حالی که تقسیم قوا وجود نداره. به چه معنا وجود نداره؟ ببینید مثلا پارلمان ایران، مجلس شورای اسلامی ایران قائم به ذات خودش حق قانونگذاری نداره، یعنی مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان که نمایندگان رهبر در اونجا نشستن اصولا اعتبار قانونی نداره. یعنی اگر فرض بکنیم که مجلس، فرض بکنیم مجلس انتخابات آزاد باشه، همه اینا باشه، یعنی هیچ اشکالی وجود نداشته باشه، 290 نماینده ملت در برابر 12 نماینده مستقیم و منتخب مستقیم و غیر مستقیم رهبر اصلا اعتبار قانونی ندارن، به اضافه این که هر چی رو که مجلس تصویب میکنه قانونن باید بفرسته به شورای نگهبان تا اونا بررسی بکنن که با احکام و موازین شرع در تطابق هست یا نیست، و اگر هم در اونجا به مجلس با شورای نگهبان به توافق نرسن فرستاده میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تمام اعضای ثابت و متغیرش رو رهبر انتخاب میکنه. یعنی نظام پارلمانی به معنای این که یک قوه مستقل باشه و بر فراز این قوه قانونگذاری مستقل نیروی دیگری وجود نداشته باشه، این دموکراسی های پارلمانی اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا، در جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره، همه در دست فقها و مجتهدان. همچنین مقام ریاست جمهوری، فراموش نکنیم که مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی پس از مقام رهبری مقام دوم اجرایی کشوره که مسئول پیاده کردن سیاست‌های کلانی است که رهبر اتخاذ می‌کنه، نه اینکه مستقل عمل بکنه. آیا مجری قوانین پارلمان نیست؟ قوانین پارلمان هر قانونی رو تصویب بکنه ابتدا میبایستی به شورای نگهبان بره. شورای نگهبان دارای 12 عضو، 6 فقیه و 6 مسلمان حقوقدان، منظورش مسلمان شیعه حقوقدان، اینها هستند که در درجه اول مصوبات مجلس رو در تطابق با احکام و موازین اسلامی میبینن یا نمیبینن. اگر اینا تایید کردن برای اجرا به مقام ریاست جمهوری ارسال میشه، اگر اینها تایید نکنن هیچی، برمیگرد به مجلس، یا باید تغییر بدن یا ولش بکنن. یعنی باز هم شورای نگهبانه که
حرف آخر میزنه. صد درصد، صد درصد. یعنی قانونگذاری در کشور با نمایندگان منتخب قائم به ذات ملت نیست، بلکه حالا فرض رو من بر این میذارم که انتخابات آزاد بشه، برای اینکه انتخابات که آزاد نیست، یعنی انتخابات در ایران در تمام زمینا نه دموکراتیک نه آزاد و نه سالم. دموکراتیک نیست به این دلیل نیست، ببینید مثلا در مقام ریاست جمهوری چرا انتخابات دموکراتیک نیست؟ به دلیل اینکه هر کس نمیتواند به مقام ریاست جمهوری برسد. طبق قانون اساسی مقام ریاست جمهوری، کسی که میخواد رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشود، میبایستی شیعه باشه و مرد باشه، یعنی نصف جامعه که زنان هستن نمیتوانند، 10 تا 15 میلیون اهل سنت اجازه ندارن و نمیتوانند، تمام اقلیت های دینی مذهبی و غیره قانونا رسما علنا بنابر قانون اساسی نمیتوانند، اجازه ندارن به مقام ریاست جمهوری برسن. خب این دموکراتیک نیست، آزاد نیست، به دلیل اینکه مجموعه کاندیداهای شورای برای مقام ریاست جمهوری اینا رو شورای نگهبان نظارت استصوابی میکنه. مثلا از 4000 خورده‌ای که ثبت نام کرده بودن، 6 نفر رو اجازه داده که مورد تایید نظام بودن که بیان با همدیگه رقابت رو. به اضافه این که فعالیت احزاب و سازمان ها و گروه ها و سندیکا های مستقل در جمهوری اسلامی آزاد نیست، ممنوعه، یعنی انتخابات نه دموکراتیکه و نه آزاده. به این مسئله ناسالم بودن انتخابات هم اضافه بکنید، برای اینکه در تمام کشورهای دموکراتیک موقعی که عکس، موقعی که مردم میرن رأی بدن پای صندوق ها، یک شورای بیطرف نشسته که کنترل میکنه که تقلب نشه، که کسی دوبار رأی نده و غیره. شورای بیطرف از نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره، به اضافه این که شمارش آرا با زیر نظارت شوراهای بیطرف منتخب مردم انجام میگیره، در حالتی که در جمهوری اسلامی نه نظارت بیطرفانه بر کسب آرا وجود داره و نه نظارت بیطرفانه بر شمارش آرا، یعنی هر کاری رو که بخوان میکنن و تا حالا هم کردن. آقای دستمالچی، یک مقاله اخیرا نوشتید در این باب، در اونجا میگید که ولایت فقیهیان همواره گفتند که نظام آنها الهی است و از ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر و گفتند که ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بلکه آنها را تماماً شیطانی می‌نامند. سخن در اینجا با کسانی است که با ژست روشن فکر دینی، با اصلاح طلبانی که حکومت دینی میخواهند یا دموکرات و حامیان حقوق بشر با این نظام همکاری با مماشات آشکار و پنهان میکنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند. بفرمایید که این عبارت از لحاظ عمومی به چه معنایی است؟ ببینید، به نظر من در انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، یک نظامی اومد سر کار با مهندسی روشنفکران دینی یا روشنفکران اسلامی و غیره، که در این انقلاب اسلامی ایران از نظر تکامل تاریخ سیاسیش یک گام بزرگ به عقب رفت و به دوران پیش از جنبش مشروطه رفت. ما باید توجه داشته باشیم که تا پیش از جنبش مشروطه
در ایران ملت پاره‌ای نبود و با جنبش مشروطه هست که ملت قوای حکومت ناشی از ملت می شود. یعنی ملت بر سر جایی قرار می گیرد که تعیین کننده حکومت و شکل حکومت می شود. با انقلاب اسلامی درسته که یعنی انقلاب مشروطیت قوای حکومت رو از شیخ و شاه گرفت و قانونا منتقل کرد به ملت، هرچند که دستگاه سلطنت بعداً حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش رو رعایت نکرد. در انقلاب اسلامی اتفاقی که افتاد این استش که نظام سلطنت رو برچیدن، ولی قوای حکومت رو که جنبش مشروطه به ملت داده بود دو مرتبه از اون سلب کردن و اینو منتقل کردن به روحانیان، به دین سالاران و به نیروی برفراز انسان. یعنی از نظر تاریخ ایران به 100 سال پیش برگشتن، به پیش از 100 سال پیش برگشتن و از نظر تاریخ جهانی برگشتن به پیش از انقلاب فرانسه که در اونجا هم تا اون زمان هم ملت پیشکاره بود، برای اینکه مقول ملت به عنوان مقوله سیاسی که حاکم بر سرنوشت خویش می شود برای اولین بار در انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه است که همچین حق حاکمیت رو می گیره. روشنفکران دینی به کمک ارتجاعی ترین بخشای جامعه ایران ملایان این حق حاکمیت رو دو مرتبه از ملت سلب کردن و بردن به پیش از اون و نظام ولایت فقیه رو درست کردن. و به نظر من هر گونه ایجاد توهم که گویا با وجود یک نظام حکومت دینی، یک حکومت ولایت فقیهی هرچی میتواند ملت حاکم بر سرنوشت خویش بشود، اینها توهماتی است که ایجاد میکنن عده‌ای و این باعث گمراهی ملت خواهد شد. کسانی که فکر میکنن این حکومت میتواند احتمالاً با اصلاحاتی که هنوزم که هنوزه بعد از گذشت 25 سال واقعا معلوم نیست چیست، بتواند ملت حاکم بر سرنوشت خویش بشود. شما میبینید که آخه شما توجه بفرمایید که در یه جامعه‌ای که نصف جامعه ایران رو میگم، زنان رو میگم، موقعی که نصف جامعه حق نداره تعیین بکنه که چی بپوشه یا نپوشه، یا رنگش رو تعیین بکنه یا نکنه، یا برای ملت تعیین میکنن موسیقی چی گوش کن، تو اجازه داری به ورزشگاه بری، تو نداری بری، اینا موقعی که این چیزای کوچیک رو کنترل میکنن، اجازه نمیدن موی سر شما رو، آرایشتون رو، رنگ لباس و رنگ کفش و همه اینا رو کنترل میکنن، چطوری در همچین جامعه امکان این هستش که به شما اجازه بدن که کشور با اراده و رأی شما اداره بشه؟ خب نمیشه و نکردن. شما دیدید که در دوران رقابت‌های ریاست جمهوری، کاندیداهای ریاست جمهوری که با هم بحث می‌کردن ابداً اجازه نداشتن سر اساسی‌ترین مسائل ایران، از جمله مثلا سیاست خارجی ایران در رابطه با نقشی رو که ایران در سوریه داره، عراق داره، یمن داره و غیره، اصلا صحبت بکنن. و الانم که الانه شما می‌بینید که فرماندهان سپاه میان میگن که تو سوریه باید چیکار کرد و یا چیکار نکرد. به همین دلیل باید توجه کرد که مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی که با رأی ملت میآید جنبه بیشتر تشریفاتی فرعی داره. در مسائل اساسی خب نمیتونن، دولت اجازه میده مثلا کنسرت برگزار بشه، فلان آخون در فلان شهر میگه نه، ممنوع میکنه، نمیذارن و دولت هم نمیتونه کاری بکنه. آقای دستمالچی،
آقای دستمالچی، این ولایت فقیه به گفته برخی از سران رژیم از سوی خداوند تعیین میشه و عده‌ای از خبرگان میگردن در جامعه و اون شخص رو که دارای چنین ولایتی است میابند و به مردم معرفی میکنند. چنین چیزی درسته؟ خب معلومه که داستانه. اینا رو، اینا که اصلا شما به تاریخ ایران نگاه بکنی، تا زم تا مثلا حدود 200 سال پیش اصولا نهادی به نام مرجعیت تقلید و اینا وجود نداشت در ایران. اینو بعد از اینکه مکتب اصولی به وجود اومد، یک شاخه از مکتب اصولی ها مطرح کردن. بعد مثلا فرض کنید یکی مکتب از اصولی چیه؟ همین متوجه نشدم شما چه؟ عرض کردم مکتب اصولی چیست؟ ببینید یکی، حالا برای اینکه بحث زیاد پیچیده نشه، یکی از مکاتب شیعیان 12 امامیه. برای اینکه مکاتب گوناگون داره، اینکه در این بحث در گرفته مثلا به این معنا که در زمان پنهانی امام 12 چه باید کرد، رهبر شیعیان مؤمنان چه کسانی هستن، در این رابطه مکاتب گوناگونی شکل گرفتن. یه مکتبش اصولی است، حالا خدمتتون عرض میکنم، یه مکتب شیخی هست، که اخباریون است. خب مکاتب شیخی و اخباری و غیره اصولا این حرفا رو قبول ندارن، و یا خود مکتب اصولی که در اونجا مسئله مرجع تقلید در زمان پنهانی امام 12 به وجود میاد، شکل میگیره، شاخه‌هایش اصلا قبول ندارن ولایت فقیه رو. یه بخشی کوچکی از این جریان مسلمانان شیعه 12 امامی مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه هستن، که شاید 2% مجموعه جان اسلام هم نمیشن، برای اینکه واقعیت اینه که 90% مسلمانان جهان که اهل سنت هستن اصلا شیعیان رو قبول ندارن، و شیعیان هم خودشون به 10 شاخه حداقل تقسیم میشن. نمیدونم خوارج هستن، 5 امامی ها هستن، 7 امامی ها هستن، 12 امامی ها هستن، 12 امامی میشن شیخی ها، اخباریون، اصولون، اصولیون به چند تا شاخه تقسیم میشن و هر کی ساز خودشو میزنه. خب اینا یک اختراع فکری یک گروهکی است برای اینکه برگردن به قدرت دین سالاری و جامعه رو کنترل بکنن، خودشون در رأس جامعه بشن. وگرنه خود محمدم، خود پیامبر محمدم در قرآنم آمده است که پس از پیامبر محمد کسی برای راهنمایی بشر نخواهد آمد. خب اگر این درسته، اگر قرآن اینو گفته و درسته، این که بعد از حضرت محمد 12 امام بیاین و بعد از 12 امام تازه یه سری روحانی پیدا بشن بیان بگن آقا ما اصلا جانشینان امام 12 هستیم، خب نمیخوره به هم دیگه. به همین دلیل این صحبت ها خب یه دی در آوردن. ببینید نگاه بکنیم به ادیان گوناگون، مذاهب اسلام، همه شاخه ها مدعی هستند حقیقت فقط اونا هستن و این اولی ما رو. خب خوارج هم که یه گروه مثلا در مجموعه دنیا 4-5 میلیونی هستن و عمدتا در یمن و اون طرف ها زندگی میکنن، اینا هم معتقدن تنها مسلمانان واقعی اونا هستن. خب وهابیان در عربستان سعودی هم همین ادعا رو دارن، داعش هم اینو میگه، بوکو حرام و نمیدونم القاعده و طالبان هم اینو میگن، همه میگن یه اسلام وجود داره، اسلام واقعی اونم اون کاریست که ما میکنیم. در نتیجه ولایت فقیه اونم یکی از همین این شاخه ها هستن. تفاوت ولایت فقیهیان با داعشیان در این استش که اینها، ولایت فقیهیان، منشعب از مذهب شیعه 12 امامی مکتب اصولی هستن، داعشیان ما
منشعب از اهل سنت و جریان سلفی اینه، و اون خلافت اسلامی میخواد، این امامت اسلامی میخواد. وهابیان هم در عربستان سعودی سلطنت اسلامی میخواد و همشون هم نظام های عقبگرای بنیادگران که میخواهند بر اساس احکام و موازین 1400 سال پیش حکومت بکنن و اصل حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش را قبول ندارن، اصولا قانون گذاری توسط انسان را قبول ندارن، به همین دلیل دشمن دموکراسی هستن، اصولا حقوق مدرن زنان را قبول ندارن، تساوی مسلمانان با مسلمانان اهل سنت با شیعیان را قبول ندارن، حقوق بشر را قبول ندارن، حقوق شهروندی را قبول ندارن. هیچ به همین دلیل یک چیزی است که یه ایده است که از بعد حادثه یا به هر دلیلی در جنبشی رو که در ایران خیزش کرد برای دموکراسی تونستن قدرت رو به دست بیارن و یه حکومت اسلامی پیاده بکنن. حکومت اسلامی است که ارتجاعی است، نگاهش به عقب حق حاکمیت رو از ملت سلب کرده، برای حقوق بشر اره خورد نمی کنه، اصلا یه قبول ندارن. نگاه بکنید به همین خبرگانی که شما میگید، شما یه نگاهی بندازید به شورای خبرگان رهبری در ایران که بالاترین و عالیترین نهاد پیشبینی شده در قانون اساسی. خب 88 مجتهد نشستن اونجا، این مجتهدان اوج تولیدات فکریشون چه هست؟ توزیع المسائل ها در رابطه با چه چیزایی صحبت میکنن؟ در رابطه با رابطه جنسی مؤمنان با حیوانات، مرغ و خروس و گاو و گوسفند و الاغ و اینا، و بعدم تقسیم انسان، تبعیض میان انسان ها که مسلمانان از دیگران بهترن، شیعیان از اهل سنت بهتره، مردا از زنان بهترن، زنان که اصلا ناقص العقلن، نمیفهمن، و بعدم ازدواج و همخوابگی با بچه ها، دختران 7 ساله و حتی همبستری به معنای تمتع جنسی. خیلی به معذرت میخوام من این حرفا رو میزنم، ولی اینها واقعیت های تلخ این جامعه است که کسانی که در عالی ترین و بالاترین نهاد رسمی کشور نشستن و رهبر مذهبی نظام رو تعیین میکنن، مجموعه افکارشون ایناست. این که کسی که مسلمان نیست و کفر گفته نجس است و برابر است با، خیلی عذر میخوام، ادرار و مدفوع و خوک و فلان اینا. خب این چه افکار و اندیشه هاییست که اینها در توزیع المسائل ها بودن؟ با همین هم کشور اداره میکنن. شما نگاه بکنید به سابقه کسانی که در اونجا نشستن، به آقای ری شهری نگاه بکنید، به آقای دوری نجف آبادی نگاه بکنید، همه دستشون تا آرنج در خون صدها نفر اثبات شده است. خب این وضع نهادهای رسمی است که در این نظام وجود داره. یعنی یک جامعه که اساسش روی ظلم و بیعدالتی و تبعیض بنا شده باشه، شما میخوای بری در رابطه با اخلاق و عدالت با کی حرف بزنی؟ با کی میخوای بری حرف بزنی؟ اون شهروند ایرانی که اقلیت دینی مذهبیه و یا زنه و یا اهل سنته، میگه آقا من قبل از اینکه به دنیا بیایم، چون زن به دنیا اومدم، یا در خانواده سنی و یا یهودی و یا باهایی و یا غیره، از حقوق اساسی و اجتماعی محروم هستم. خب شما با این فرد میخوای بری بشینی سر عدالت گفتگو بکنی، میگه آقا تمام جامعه رو بی‌عدالتی بنا شده، به اضافه اینکه نگاه کنید ردیف رهبرانی رو که دستشون در خون و جنایت و فساد و دزدی است. خب جامعه سقوط میکنه از هر نظر، به ویژه از نظر اخلاقی و کرده، و سنگ روی سنگ بنا نیست در جامعه ایران. حالا به مسئله اقتصادی و محیط زیست و مالی و بانکداری و اینا رو بذاریم کنار.
ببینید حرفایی که میان میزنن اپوزیسیون نمیگه، خودشون میان میگن نصف بانکای ایران برشکستن و اینا باید جمع بشن. برای جمع کردن اینا نیازمند 180 میلیارد دلار هستیم، دهش هم نداریم. خوشون میگن، میگن صندوقهای بازنشستگی رو دولت پولاشو خورده و پول نداره بده و اسکناس شاب میزنه. خب اون یکی اومده میگه که محیط زیست بلایی رو که در 40 سال پیش به سرش آوردن در 2000 سال گذشته اتفاق نیفتاده. اینا که ماها که نمیگیم، که خودشون میگن. خب در اون سطح شورای خبرگان رهبری و مجتهدانی که اوج اندیشه هاشون رساله ها و توضیح و مسائل ها و توضیح همبستری و این مؤمنان با کاو و اولا و مر و خروس و جوجه هست، خب کشور رو اینطوری اداره میکنن دیگه، بیشتر از این نمیره. برای اینکه تمام افکار و اندیشه هاشون اینه، مال 1400 سال پیشه، گیر کردن بیرون هم نمیان تحت عنوان فقه. آقای دستمالچی، آقای خمینی و هممسلکانش جمهوری اسلامی رو بر اساس 3 ایده بنا کردند: آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. در مورد استقلال آیا اندک حرکتی به سوی استقلال کردند؟ چون ما پریروز شنیدیم که، البته اولین بار نبود، شنیدیم که 6 هواپیمای بمب‌افکن روسی از ایران پرواز کردن به سوی سوریه. حالا اونجا چه کردن؟ بماند. آیا این درسته که ایران سرزمین خواستار استقلال، نگهدار استقلال، سرزمین خودشو در اختیار یک دولت دیگه بگذاره؟ ببینید واقعیت اینه در تمام زمینه ها. اولا از شعار نه شرقی نه غربی بلکه جمهوری اسلامی، غربیش که عملا اینا با شرق هم توجه میکنی. حالا منظورش از نه شرقی در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای کمونیستی بود، ولی واقعیت این است که جمهوری اسلامی با نظام‌های هامگرا غیر دموکراتیک رفته. آزادی در ایران بعد از انقلاب اسلامی هرگز وجود نداشت. شما باید توجه بکنید موقعی که جمهوری اسلامی تشکیل میشه، شورای انقلاب اسلامی تشکیل میشه، حتی به عنوان نمونه یک زن رو به شورای انقلاب راه نمیدن. خب چرا نمیدن؟ این چه آزادی میتواند باشد که در شورای انقلاب یک اهل سنت نمیشینه با وجود 10 تا 15 میلیون جمعیت ایران رو الان تشکیل میده؟ این چه آزادی است که زنا در اون زمان اجازه به عنوان نصف جامعه نمیتونن در شورای انقلاب برن؟ نه تنها نمیتونن برن، اجازه بهشون نمیدن، میگن اصلا نباید بیان. احزاب و سازمانهای سیاسی رو سرکوب و ممنوع کردن. 10,000 نفر زندانی سیاسی ایران رو در ظرف 1 هفته کشتن و حتی در زمان جنگ میان ایران و عراق که به نظر من بعد از آزادی خرمشهر که تا اون زمان ملت ایران به درستی ایستاد از کشور دفاع بکنه، ولی بعد از آزادی خرمشهر و بعد از اینکه عراقی‌ها رو از خاک ایران بیرون کردن، اینها 6 سال تمام جنگ رو ادامه دادن برای اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی خودشونو حفظ بکنن و برای این کار خسارت‌های 1,000 میلیارد دلاری به جامعه ایران زدن که تا حالا 10 شش هم نتونستن پس بدن. در اون زمان با تمام شعارهای استقلال طلبانه‌ای که میدادن، هم از اسرائیل اسلحه میگرفتن، هم از روسا اسلحه میگرفتن و هم از امریکایی‌ها اسلحه میگرفتن.
یعنی فقط مردم رو گول می‌زدن. الانم این چه استقلالی است برای یک کشور که موقعی که یک کشور دیگه تحریمش میکنه به زانو میاد به گونه ای که تمام طرحهای به اصطلاح اسلامی خودش در زمینه هسته‌ای شدن رو کنار میذاره و با ضرر 150 تا 200 میلیارد دلاری تن به یک توافق نامه ای میده که فقط و فقط به ضرر ملت ایرانه، به ضرر جمهوری اسلامیه، برای اینکه همه تأسیساتش رو مؤسسه تعطیل میکرده. فقط تنها نفعش این بوده که بعضن برخی از تحریما رو برشاد. شما اگر استقلالت این است که در زمینه اقتصادی وابسته‌ای، در زمینه مالی وابسته‌ای، در زمینه نظامی وابسته‌ای، خب این چه استقلالی است؟ این چه استقلالی است که برخلاف قانون اساسی که گفته کشور ایران جمهوری اسلامی هرگز نباید پایگاهی در اختیار نیروهای خارجی بذاره، پایگاه هوایی در اختیار روسا قرار داده شده. خب معلومه که ملت رو دروغ به ملت میگن، گولشون میزنن. یک تحلیلگر دیگری گفته است سیاست ایران در مقابل روسیه بسیار ملایم است و نگاه پوتین به ایران نگاه گاو شیرده است. نظرتون چیه؟ به نظر من درسته. ببینید روسا الان اومدن به ایران موشکای S-300 دادن بعد از مدت ها و غیره، بعد رفتن به عربستان سعودی موشک های S-400 دادن. یعنی چی؟ یعنی اینکه موشک های S-300 ایران در رابطه با تخاصمی که میان فعلا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وجود داره هیچ، برای اینکه اون بهتر از این. حالا میرن بعدن به ایران S-500 میدن، بعدم به عربستان سعودی هم S-600 میدن. اینی که روسا جمهوری اسلامی رو میدوشن، خب میدوشن. در رابطه با سوریه همه استفاده ها رو کردن و میکنن، ولی جمهوری اسلامی چه امتیازی داره در سوریه؟ آیا همین مذاکراتی که میکنن چه چیزی نصیب ایران شده به غیر از باطلاقی که میلیارد ها و میلیارد ها هزینه میبره و جوانان ایران در اونجا کشته میشن، در حین که پول ملت ایران در اونجا خرج میشه، خود ملت ایران از مدرسه هم محروم هستن و غیره. خب این درسته در رابطه ای رو که با روسیه برقرار کرده به خاطر اینکه بتواند در برابر سیاست هایی رو که میکنه، به نظر من سیاست های استراتژیک غلط. جمهوری اسلامی از زمانی که به وجود اومده حدود 40 ساله شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل و اینا میده، حدود 40 ساله هر هفته به امریکا فوش میدن، پرچمش آتیش میزنن و غیره. درسته؟ از زمان 40 سال پیش که جمهوری اسلامی اومد سیاست های ضد امریکاییشو به پیش برد و ضد اسرائیلی رو، آیا اسرائیل و امریکا در منطقه قوی تر شدن یا ضعیف تر شدن؟ امریکایی ها که در عراق و ترکیه و آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و ترکمنستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان نشستن، قوی هم نشستن و همه جا پایگاه های نظامی بسیار بزرگ دارن. خلیج فارس هم که تو دست اوناست عملا نیروی نظامی که اونجا داره. اسرائیل توی این فاصله 40 سالی که جمهوری اسلامی باش می جنگه قوی تر شده یا ضعیف تر شده؟ اسرائیل مهمترین دشمنای اساسیش رو که سوریه و عراق و لیبی و اینا بودن همه از بین رفتن و بغل گوش ایران هم در آذربایجان نشسته و هم در کردستان و جاهای دیگه.
خب این نشون میده هم اکثر حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه تبلیغاته. مثل مثلا نمیدونم شما فکر کنم به خاطرتون بیاد الان که بگم، همین دو ماه پیش بود یک سر و صدای عجیب غریبی را انداختن که در دهات ایران در شمال دهاتیا موفق به ساختن موشک شدن که میره میخوره به هدف و فرمانده هوا نیروز سپاه رفته اونجا. یعنی این مسئله این نیستش که حالا یه آخونده مال یه دهی حرف بیموردی زده و موشکی رو نشون دادن که بعدن معلوم شد آقا این لوله بخاری رنگ زدن و سرش هم شبیه موشک درست کردن، به سیم بوکسل بسلش کردن و بلش کردن رفته خورده به اون هدف. خب شما هر چیزی رو به سیم بوکسل بکس بکنی بلش کنی خب میری میخوره به اون هدف. خب ببینید اگر خود دهاتی ها این حرف رو زده بودن اشکالی نیست، میتواند سوء تفاهم باشه. فرمانده هوا نیروز رفته اونجا سخنرانی کرده که ببینید ما حتی تو ده چی تولید میکنم چی تولید میکنم. میدونید به نظر من این گول زدن مردم از حرفه هاییست که آخوندها درش تبحر عجیبی دارن و یکی از کارهایی که میکنن همینه، تحمیق مردم و دروغگویی و فریب مردم و 40 سال دارن این کارو میکنن. آقای دستمالچی وقتمون تمام شد ولی در پایان خبر رو خوندید، 9 وزیر زن در امارات متحده انتخاب شدند، آیا این پیامدی بر وضعیت زنان در ایران خواهد داشت؟ به نظر من حتما خواهد، برای اینکه اونا چون ولایت فقیهان میگن در جهان اسلام ما مترقی‌ترین بهترین است، به داعش اشاره میکنن، به وهابیان اشاره میکنن و غیره. الان اونا دست به یک سری اصلاحاتی زدن که عکس این مسئله رو داره نشون میده و اینا باید پاسخ بگن به مؤمنانی که بهشون اعتقاد دارن و غیره و به ملتی که مرتبا دروغ میگن. به نظر من میان ولایت فقیهان ایران با نظامی که بر اساس یک دین وهابیت باشه، دین باشه، بخواد بر اساس احکام و موازین بر فراز انسان عمل بکنه، حالا اسمش وهابیان باشه، اسمش داعش باشه، طالبان باشه، ولایت فقیه باشه، بوکو حرام باشه، فرقی در اساس نمیکنه. اینها از نگاه من جریانات بنیادگرای اسلامی هستند که در قیام علیه مدرنیسم عمل میکنن. بوکو حرامی ها که بزنن به تخت به قول ایرانی ها، اینا میگن اسمشون بوکو حرام است، از بوک میاد، از کتاب میاد، کتاب رو حرام میدارن، تحصیل حرام، بغیر از بله بغیر از خواندن قرآن هیچ چیز دیگر رو قبول ندارن. خب میان اونها که هیچ چیز دیگر رو قبول ندارن و کسانی که مجموعه احکام و موازین رو در چارچوب قرآن و سنت میبینن فاصله زیادی نیست، دوچار همان خشک اندیشی هستن، دوچار همون بنیادگرایی هستن که طالبان است، که داعش است. مگر داعش موقعی که قصاص میکرد در مردم رو مگر چیکار کرد؟ مگر قوانین قصاص به صورت قوانین رسمی قوه قضایی ایران تصویب نشده و مگر بر اساس اون عمل نمی کنن؟ خب می کنن دیگه. حالا اینا تبدیلش کردن به قانون حکومتی، اونا چون هنوز خلافت اسلامی رو درست نکرده بودن خودشون بر اساس سنت می زدن، فرقی نمی کنه. همه جریانات بنیادگرای از نگاه من ارتجایی قیامی علیه خرد و مدرنیسمه. آقای مهندس دستمالچی عزیز، بسیار بسیار ممنونم از مطالبی که بیان فرمودید. اجازه بدهید باز هم
در این زمینه با شما گفتگو کنیم. خیلی منم از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف کردید و منو برای مصاحبه دعوت کردید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. و خیلی ممنون از همیهنان که توجه فرمودن به این برنامه و دیگر برنامه های این تلویزیون. و با سپاس از کارگردان برنامه آقای بهروز عزیز. شب روزتون خوش.